زندگی خوب نویسندگان رابرت والدینگر و مارک شولز اما همونطور که پیشتر ذکر کردیم این مطالعات صرفاً بر حافظه تکیه دارند به مورد هنری و روزا باز کردیم. در سال 2004 و در مصاحبه‌های های جداگانه شارلوت از آنها خواسته بود تا ماجرای اولین باری که یکدیگر را ملاقات کرده بودند برایش تعریف کنند. روزا برایش تعریف کرد که چطور درست جلوی کامیون هنری روی یخسر خورد و به زمین افتاد. هنری کمکش کرد تا از جا بلند شود و اینکه بعدها زمانی که با چند نفر از دوستانش در رستوران بود دوباره هنری را ملاقات کرد. روزا گفت واقعا خندهدار بود و ما کلی به این ماجرا خندیدیم. آخه هنری جورابای لنگه به لنگه پوشیده بود و من پیش خودم فکر کردم هی اون واقعا تو شرایط بدیه. به یکی مثل من احتیاج داره تا رو به کنم. هنری نیز سر خوردن روزا روی یخ را به خاطر داشت. گفت چند وقت بعد توی کافه دیدمش. وقتی داشتم به پاهاش نگاه می کردم موچم را گرفت. ولی من فقط داشتم به جوراب شرواریش نگاه می کردم که لنگه به لنگه بود. یکی قرمز، اون یکی سیاه. چنین حرفای متناقضی در میان زوجها کاملا طبیعی و معمول است و احتمالا برای تمام کسانی که برای مدتهای بسیار طولانی با هم زندگی کرده اند کاملا آشناست. به این ترتیب هر بار که شما و همسرتان راجع به وقایع زندگیتان با یکدیگر چنین اختلاف نظرهایی دارید در واقع در حال مشاهده ناکارآمدی مطالعات گذشته نگر هستید. پژوهش هاروارد از نوع گذشته نگر نیست بلکه آینده نگر است از شرکت کنندگان راجع به اینکه زندگیشان در حال حاضر چگونه است و نه اینکه چگونه بود سوال می شود در مواردی نظیر هنری و روزا گاهن راجع به گذشته از آنها سوالاتی میپرسیم تا ماهیت حافظه را مورد مطالعه قرار دهیم و اینکه حوادث و رخدادها چگونه پردازش می شوند و با گذر زمان چگونه آنها را به یاد می آوریم. اما در کل قصد ما در چنین مطالعاتی این است که فقط راجع به زمان حال بدانیم در این مورد به خصوص ما میدانیم که داستان کدامشان درستتر است زیرا این سوال را همان سالی که هنری با روزا ازدواج کرد از او پرسیده بودیم. جواب او در سال 1954 این بود. من جورابای لنگه به لنگه پوشیده بودم که او متوجه شد. الان دیگه عمرن بذاره همچین چیزی اتفاق بیفته. مطالعات آینده نگر و طولی بسیار نادر هستند. شرکت کنندگان انصراف می دهند، اسامیشان را تغییر می دهند یا بدون اطلاع دادن به پژوهشگران نقل مکان می کنند. همچنین بودجه ها ته کشند و پژوهشگران علاقهشان را از دست می دهند. به طور میانگین، موفق ترین پژوهش نگر و طولی بین سی تا هفتاد درصد شرکت کنندگانشان را تا انتها حفظ می کنند. بعضی از این پژوهش ها فقط چند سالی ادامه پیدا می کنند. اما پژوهش هاروارد به هر نحوی موفق شده است که 84 درصد از شرکت کنندگان را برای 84 سال با خودش همراه کند و حتی امروز هم با سلابت به پیش می سوالات بیشمار به معنای واقعی کلمه بیشمار در پژوهش طولی ما داستان زندگی هر یک از شرکت کنندگان بر مبنای وضعیت سلامتی و عادات آنها ثبت شده است. در واقع این پژوهش نقشه ای از واقعیت های جسمانی و عادات شرکت کنندگان در زندگی در گذر زمان است. برای اینکه گزارش کاملی از وضعیت سلامتیشان به دست آوریم، به طور مرتب اطلاعاتی راجع به میزان تحرک و ورزش کردن، مصرف مواد و الکل، سطح کلسترول، عملهای جراحی و عوارض ناشی از آنها را جمعآوری کردیم. همچنین، وقایع اساسی و مهم دیگر نظیر وضعیت اشتغال، تعداد دوستان نزدیک، سرگرمیها و فعالیت های شان را نیز ثبت کردیم. در سطحی عمیقتر پرسش های تراحی کردیم تا تجربیات شخصی و جنبه های غیر قابل اندازگیری زندگیشان را هم مورد بررسی قرار دهیم. در مورد رضایت شغلی، رضایت از ازدواج، روش های حل مناقشات و دعواها، اثر روانی ازدواجها و طلاقها، تولد بچه و مرگ عزیزان را از آنها پرسیدیم. از آنها خواستیم تا راجع به بهترین خاطراتشان از پدر و مادرشان و وابستگی های یا عدم وجود این وابستگی به فرزندانشان حرف بزنند. همچنین از آنها خواستیم تا بدترین روزها و لحظه های زندگیشان را با جزئیات برایمان تعریف کنند و بگویند اگر نیمه شب با ترس از خواب بپرند به چه کسی البته اگر اصلا چنین کسی در زندگیشان هست زنگ میزنند. ما باورهای مذهبی، گرایشات سیاسی، عضویتشان در کلیسا، میزان مشارکتشان در فعالیتهای اجتماعی، اهدافشان در زندگی و منبع و ریشه ترسها و نگرانی را مورد بررسی و مطالعه قرار دادیم. بسیاری از شرکت کنندگان به جنگ رفتند. جنگیدند. کشتند و کشته شدند. دوستانشان را از نزدیک دیدند و ما افکار و احساسات دست اول آنها از این تجربیات را ثبت و ثبت کردیم. هر دو سال پرسشنامه های زیادی برایشان ارسال می کنیم که امکان پاسخهای تشریحی و جوابهای شخصی در آنها وجود دارد. هر پنج سال پرونده پزشکی و گزارشات سلامتشان را جمع آوری می و هر پانزده سال رو در رو مثلا در برجی در فلوریدا یا کافی شاپی در ویسکانسین شمالی با آنها ملاقات می در این ملاقات ها به اینکه چگونه به نظر می رسند و چطور رفتار می کنند، میزان تماس چشمی، لباسها و وضعیت ظاهرشان و در کل شرایط زندگیشان نکات ریز و درشتی را یادداشت برداری می کنیم. ما می دانیم که کدامشان سمت الکل رفتند و کدامشان در حال ترک آن هستند. همچنین می دانیم که در انتخابات ریاست جمهوری به چه کسانی رأی دادند. در واقع حتی قبل از اینکه مرکز آثار جانف کندی یاد وی را بررسی کند، ما می که او در انتخابات به چه کسی رأی داده چرا که او هم یکی از شرکت کنندگان در پژوهش ما بود. شرکت کنندگانمان اگر فرزندی داشتند همیشه از احوال فرزندشان جویا می شدیم. اما حالا سوالاتمان را از بچه هایشان می پرسیم و امیدواریم روزی بتوانیم از نوه هایشان نیز این سوالات را بپرسیم. ما نمونه خون آنها را داریم. همچنین نمونه های ای و خروار خروار کاغذ های مربوط به نوار قلب، ام آر آی، نوار مغز و گزارشات پزشکی مصور دیگر راجب به مغز. ما حتی 25 مغز واقعی هم در اختیار داریم که شرکت کنندگان در پژوهش در نهایت سخاوت به ما بخشیدند. آنچه با قاطعیت نمیدانیم این است که چگونه این اطلاعات در آینده به کار گرفته خواهند شد یا اینکه اصلا به کار آیندگان خواهد آمد یا نه علم مانند فرهنگ مدام در حال تکامل است و با اینکه بسیاری از اطلاعاتی که در مطالعات گذشته جمع شدند بسیار مفید بودند اما در مواردی نیز متغیرهایی که با دقت بسیار بالا اندازه گیری شده بودند بعدها مشخص شد که از ابتدا به خاطر فرضیات بنیادینش به اشتباه مورد مطالعه قرار گرفتند برای مثال در سال 1938 شکل بدن به عنوان یکی از عوامل مهم در میزان هوش فرد و حتی میزان رضایت از زندگی در نظر گرفته میشد. این باور وجود داشت که افراد ازولانی یا کسانی که تیپ ورزشکاری دارند در بسیاری از زمینه ها دارای های بیشتری نسبت به بقیه هستند. در آن دوران بر این باور بودند که میتوان شخصیت و ظرفیت ذهنی افراد را بر اساس شکل و برآمدگی جمجمهشان تعیین کرد همچنین به دلایل نامشخص یکی از پرسشهای اولیه هنگام پذیرش افراد در مطالعات این بود که آیا قلقلکی هستید و فقط در همین مورد ما تا 45 سال بعد همچنان این سوال را از داوطلبان شرکت در پژوهشمان میپرسیدیم حالا با بیش از هشت دهه بینش و تجربه می دانیم که این قبیلیده ها تا حدودی نسنجیده و در بعضی موارد کاملا اشتباه هستند. پس این نیز محتمل این است که هشتاد سال بعد برخی از داده هایی که اکنون جمع آوری می کنیم به همین اندازه نسنجیده و بیفایده تلقی شوند. مسئله این است که هر پژوهش محصول زمانه خود و افرادی است که در آن شرکت می کنند. در مورد پژوهش هاروارد آن افراد اکثرا مردان سفید بوست، دگر جنسگرا، میان سال و تحصیل کرده بودند. به خاطر تصوبات فرهنگی و تقریبا به دلیل ترکیب غالب سفید در شهر بوستون، و دانشگاه هاروارد در سال 1938 بنیانگذاران اولیه این پژوهش مبنای مطالعاتشان را صرفاً بر مردان سفید پوست گذاشتند. این مشکلی است که پژوهشگران پروژه هاروارد باید آن را حل و فصل کنند و ما روی این مسئله کار می کنیم تا آن را اصلاح کنیم. در همین راستا اگرچه نتایجی وجود دارد که فقط راجع به یک یا هر دو گروه شرکت کنندگانی که پژوهش را در سال 1930 با آنها آغاز کردیم صدق می کند، با این حال این نتایج محدود و در این کتاب آورده نشدند. خوشبختانه در حال حاضر می توانیم نتایج نمونه های اولیه پژوهش هاروارد را با نمونه های گسترده تر فعلی که شامل همسران، پسران و دختران شرکت کنندگان اولیه می شوند و همچنین پژوهش ها و مطالعاتی که در برگیرنده افراد با پیش زمینه های متفاوت فرهنگی، اقتصادی، هویت های جنسی و قومیتی می باشند مقایسه کنیم. در صفحات پیش روی ما بیش از هر چیز بر نتایجی تاکید می کنیم که در مطالعات دیگر نیز به اثبات رسیدند. نتایجی که راجب به افراد مختلف، اعم از زنان، رنگین پوستان، اقلیتهای جنسی و گستره کامل از گروه ها و اخشار مختلف با پیشزمینه اجتماعی اقتصادی متفاوت در سطح جهانی صدق می کند. هدف ما در این کتاب مطرح کردن تمام آن چیزی است که راجب به شرایط انسانی فرا گرفتیم. ما قصد داریم کل آنچه پژوهش هاروارد درباره تجربه جهانی زندگی کردن برای گفتن دارد به شما نشان دهیم. مارک نویسنده دوم کتاب برای مدتی بیش از 20 سال در دانشگاهی که فقط دختران در آن تحصیل می کردند تدریس کرده است. و در هر سال گروهی جدید از دانشجویان باهوش و مشتاق از او میخواستند تا در مطالعهاش راجع به خوشبختی و چگونگی رشد و تکامل افراد در گذر زمان شرکت کنند آنانیا دختری اهل هندوستان یکی از این دانشجویان بود او بیش از هر چیز به ارتباط بین سختی ها و مشقت زندگی با خوشبختی و سعادت در بزرگسالی علاقمند بود مارک برای افزایش آگاهی آنانیا در این زمینه به او درباره داده های غنی پژوهش هاروارد که زندگی صدها نفر را به طور کامل پوشش داده بود گفت اما همه شرکت کنندگان پژوهش هاروارد مرد و سفید بوست بودند و هفت دهه قبل از آنانیا به دنیا آمده بودند. آنانیا با تعجب سوال کرد که از زندگی افرادی که این همه متفاوت از او هستند چه چی چیزی میتواند بیاموزد. مارک به او پیشنهاد کرد تا در طول آخر هفته فایل های مربوط به فقط یکی از شرکت کنندگان پژوهش هاروارد را مطالعه کند و هفته بعد دوباره برای صحبت نزد او بازگردد. آنانیا جلسه بعد سرشار از شور و اشتیاق بود حتی قبل از آنکه مارک از او بخواهد پیشنهاد کرد تا اگر امکانش باشد در پژوهش هاروارد همکاری کند آنچه او را متقاعد کرده بود پرباری زندگی در میان آن صفحات بود با اینکه شاخصه های زندگی آن شرکت کنندگان از جهات بسیار زیادی کاملا متفاوت از آنانیا بود آن شرکت کننده در اصری متفاوت از او و در قاره دیگر به دنیا آمده بود به عنوان یک سفید پوست و نه یک رنگین پوست زندگی کرده بود هویت جنسی مردانه داشت و هیچگاه به دانشگاه نرفته بود با این حال آنانیا انعکاسی از خودش و افکارش را در چالشها و تجربیات روانشناختی او دیده بود این ماجرا تقریبا هر سال تکرار میشد و حتی در سالهای اخیر بیشتر زیرا علم روانشناسی و جهان پیرامون بیش از هر زمانی با اختلافات مربوط به پیش های متفاوت قومی و فرهنگی دست و پنجه نرم می کنند. خود رابرت نویسنده اول کتاب نیز اولین باری که از او درخواست شد تا به عنوان مدیر جدید پژوهش هاروارد به این گروه بپیوندد تردیدی شبیه به این را تجربه کرده بود او نیز به ارتباط بین این داستانهای گوناگون و عجیب بودن بعضی روشهای تحقیقی در این پروژه ابراز تردید کرده بود برای همین آخر هفته را به مطالعه اطلاعات برخی شرکت کنندگان گذراند و درست مثل آنانیا بلافاصله تحت تاثیر قرار گرفت. به همین صورت امیدواریم که مطالب ارائه شده در این کتاب و مطالعه در خصوص شرکت کنندگان پژوهش هاروارد شما را نیز تحت تاثیر قرار بدهد. از زمانی که اولین نسل از شرکت کنندگان پژوهش هاروارد به دنیا آمدند یک قرن گذشته است. اما انسانها هنوز هم به پیچیدگی هر زمان دیگری هستند و کار به هیچ وجه تمام نشده است. حالا که پژوهش هاروارد وارد اصر تازه شده است ما همچنان به اصلاح و گسترش مجموع اطلاعات به دست آمده مشغولیم زیرا بر این باوریم که هر پاره ای از اطلاعات حتی اگر جزئی از افکار شخصی گرفته تا احساسات لحظه ای میتواند تصویر کامل‌تری از شرایط انسانی را به ثبت برساند و ممکن است در آینده به حل سؤالاتی کمک کند که در حال حاضر در دایره دید ما نمی کند البته که هیچ تصویری از زندگی انسان هرگز نمیتواند کامل باشد. اما امیدواریم هنگام دست و پنجه نرم کردن با برخی از پیشیده ترین سوالات در رابطه با رشد و تکامل انسان با ما همراه باشید. برای مثال، برخی از این سوالات عبارتند از چرا به نظر می رسد که داشتن روابط خوب کلید اصلی رسیدن به یک زندگی شکوفا باشد؟ کدام عوامل در دوران کودکی بر سلامت جسمی و ذهنی فرد در میان سالی و بزرگسالی تاثیر گذاشته و آن را شکل می دهد؟ کدام عوامل را می توان باعث افزایش طول عمر دانست؟ با کدام این معلفه ها به ما در داشتن روابط سالمتر کمک می کنند؟ در یک کلام، یک زندگی خوب از چه چیزی ساخته می شود؟ وقتی از افراد مختلف میپرسیم که از زندگی چه میخواهند اکثرا یک چیز میگویند اینکه فقط میخواهند شاد باشند اگر رابرت هم بخواهد صادقانه به این پرسش جواب دهد احتمالا جوابش چیزی شبیه به همین خواهد بود این جواب هم از طرفی به شدت مبهم است و هم از طرف دیگر تمام آنچه باید را به سادگی بیان می کند. مارک احتمالاً چند ای مکس کند و سپس بگوید شادی معنای خیلی زیادی دارد. اما شادی به چه معناست و شادی در زندگی چگونه است؟ یک راه برای رسیدن به پاسخ این سوال ممکن است. این باشد که خیلی ساده از افراد مختلف بپرسیم که چه چیزی آنها را خوشحال می کند. و به این صورت نقاط مشترک را در جوابها بیابیم و به نتیجه کلی برسیم. اما همانطور که بعدها نشان خواهیم داد، واقعیتی تلخ که همه به سادگی آن را خواهیم پذیرفت این است که ها در فهم اینکه چه چیزی برایشان خوب است، افتضاحند. بعدها دوباره به این مسئله باز می گردیم. مهمتر از جواب آدم ها به این سؤال، افسانه هایی هستند که پیرامون عواملی که یک زندگی خوب را می سازند، وجود دارند. افسانه بسیاری در این خصوص وجود دارد. اما اصلی ترین آنها این باور است که خوشبختی و شادی چیزی است که آن را به دست می آورید. انگار جایزه است که می توانید آن را قاب بگیرید و به دیوار آویزان کنید. یانگار مقصدی است که بعد از فاق آمدن بر موانع و سختی های مسیر زندگیتان بالاخره به آنجا می رسید و بعد از آن باقی عمرتان را به خوبی و خوشی در آنجا سپری خواهید کرد. البته که اینطور نبوده و نخواهد بود. بیش از دو هزار سال پیش عرستو اصطلاحی را به کار برد که هنوز هم به طور گسترده در روانشناسی به کار می روید. و آن هم مفهوم سعادت است. این اصطلاح به رضایت عمق درونی انسان ها اشاره دارد. درست همان زمان که اسم می کنند زندگیشان معنا و هدفی دارد. این اصطلاح در اغلب مواقع با لذت گرایی که به خوشی و شادی های زودگذر اشاره دارد اشتباه گرفته می شود. به عبارت دیگر اگر شادی از نوع لذت گرایانه حسی است که هنگام سپری کردن اوقات خوش آن را بر زبان می آورید پس شادی سعادت گرایانه آن چیزی است که وقتی زندگی به طور کلی برایمان خوب و راضی کننده است تجربه می کنیم اینکه فراتر این لحظه و فارغ از خوشبختی یا فلاکتی که تجربه می کنید زندگی برایتان ارزشمند و دوست داشتنی باشد این نوشادی آن چیزی است که در فراز و نشیبهای زندگی دوام خواهد آورد.